سلام، من امین سعادتی هستم از سایت لرن پالیس و در قسمت پنجم آموزش کندو اومدیم که با هم دیگه یک گرید رو اطلاعاتش رو پر بکنیم به صورت خیلی ساده و با خیلی کد کمتر که این به راحتی انجام میشه و البته این بار یک روش دیگه ای رو ما در مد نظر داریم که به صورت ایجکسی نیستش و یک روش جدیدی هست که البته شما اگه MVC کار میکنید از ویو بک های سلما قرار از ویو بک استفاده بکنم. شما چجور اطلاعات رو به ویو بک انتقال میدید؟ اینجا من میخواستم فقط روشش رو براتون بذارم که شما روشش رو ببینید که به هر حال جای خاصی استفاده بکنید که برایتی بتونید ازش استفاده بگیرید. خب من برای انجام این کار میام تو همون پروژه قبلی خودم. ما کنترلر منو رو داشتیم که شامل یک ایندکس بود، یک صفحه رو به ما نشون میداد و یک اکشن دیگه که اون اطلاعات رو برای ما به صورت جیسون حالا پاس میداد و یک کاری رو برای ما انجام میداد که اون کار به این شکل بود که ما حالا داخل ویو مد نظر میریم که مرتبط با این هست و اینجا میبینیم که کندو گرید ما به این شکل پر شده و به صورت ایجکسی هست و یک روشی که ما با هم دیگه کار کردیم. اما در اینجا من میخوام یک روش دیگه ای رو انجام بدم و قراره که با ویو بگ این کار انجام بشه. خب من برای انجام کار میخوام یک کنترلر جدید بسازم. روی کنترلر را سلیک میکنم و میام تو قسمت اد و کنترلر رو انتخاب میکنم و در ویزاردی که باز میشه من MVC کنترلر امپتی رو انتخاب میکنم، اد رو میزنم، اسمش رو میدم ویو بک که مرتبط بالا به همون فایل تست ما باشه که داریم انجامش میدیم. بعد از انجام این کار برای ما یک کنترلر ایجاد میشه و یک پوشه به اسم ویو بک که ما اگر بخوایم یک ویو براش ایجاد بکنیم در این پوشه باید قرار بگیره. خب من میام یک کاری رو انجام میدم، من میگم یک ویو هم براش ایجاد بکنیم. بعد ویو رو من میزنم، اسمش رو همون ایندکس در نظر میگیرم و ما بقیه مراحل کار هم که به همین شکل هست. یک لیوت براش انتخاب شده که رو تایید میکنم و اون لیوت روش قرار بگیره. خب طبق معمول میام اینجا به خاطر اینکه بدونم دارم چیکار میکنم اسم اینجا رو میزنم ویو بک و عنوان صفحه باشه. اینجا ببینیم که کدوم وارد کدوم صفحه شدیم. خب من الان یک ویو دارم و یک کنترلر. این بار نمیام یک اکشن جداگونه براش ایجاد بکنم، میام داخل خود همین این کار رو انجام میدم که به یک روشی متفاوت با روش قبلی هست که روش قبلی اومدیم یک اکشن ایجاد کردیم و اومدیم یک اکشن دیگه رو بهش پاس دادیم به این ویو، ولی اینجا به این شکل نیست. ما از خود ویو بگ میخوایم استفاده بکنیم. برای این کار من میام یک متغیر در نظر میگیرم که انتیتی ما رو در شامل میشه، اسمش شاپ انتیتیز بود که ما یک شی ازش ایجاد میکنیم و اینجا من میگم ویو بک. دوستانه که MVC دارن کار میکنن متوجه میشن حالا ویو بک برقرار کار کردن. من یک اسم که خودم انتخاب میکنم براش رو میذارم یوزر و شما هر اسم دیگه هم میتونید بذارید و اینکه من در حال حاضر میام دیوی رو در نظر میگیرم و جدول خودم رو بهش پاس میدم که تو لیستش هم میکنم. خب همین هست که ما با این به این شکل اومدیم یک اکشن رو تعریف کردیم، ویوش رو مد نظر قرار دادیم و قراره که یک چیزی به صورت ویو بک برای ما پاس بشه. خب ما میام وارد این ویو مورد نظرش میشیم. اینجا من می نویسم به همون شکل اصول اولیه html.kendo.grid و اینجا می نویسم که
five enumerable. User که user ما دسترسی نداریم. Telerik dot models dot users و در این قسمت viewBag dot user رو وارد میکنیم. خب من رو فاصله میدم. دریافت اطلاعات ما به این شکل شده. حالا باز هم به همون شکل قبلی ما یک نیم رو براش در نظر میگیریم و اسمش رو میذاریم حالا مثلا همون گرید. و در قسمت بعدیش ما میمدیم یک ستون هایی رو براش مشخص میکردیم. البته من احساس میکنم که ما این تو این قسمت دیگه نیاز نیست که یک بار این کد ها رو من بنویسم و به همین شکل میتونیم این ها رو از اینجا کپی بکنیم و چون این ها تکراری هستش. و در ویومون بود که من این قسمت رو به این شکل میذارم. این قسمت های برس دارم که درست است و مشکلی نداره. خب همون شد. ما اینجا فقط از ویو بگ خواستیم استفاده بکنیم، همون ستون بندیمون که بودش و این پیجبل و سورتیبلش هم که حالا باید تنظیماتش. من یک مجدد یک کنترل F5 میگیرم که قراره که این کنترلرمون رو ببینیم، این ویو خودمون رو از این کنترلر ببینیم آیا به ما جواب مناسبی میده یا نه. خب این که اکشن ایندکس صفحه اصلیمون بودش، ما میایم اینجا نویسیم viewBag. viewBag اسم کنترلرمون هست، با خود viewBag داخلی اشتباه نگید، من اسم کنترلر رو viewBag گذاشتم. خب دوباره میبینید که من همون دیتابیسی که حالا تستی داشتم و اینا و از دوستان گرفتم رو به همین شکل اینجا گذاشتمش و اطلاعات ما نمایش داده شده. خب این هم یک نحوه کشیدن اطلاعات هست که با روش قبلی اگه دقت بکنید به این شکل بودش که ما یک ایندکس اینجا داشتیم و به صورت اکشن ریزالت پاس میدادیم، ولی اینجا به صورت من ویو بگ این کار رو انجام دادم. بس یک دو روش مختلف بود برای نمایش دادن اطلاعات توی گرید کندو. خب این بخش هم به اتمام میرسه. من در ویدیو بعدی بسته به شرایط مناسب و اون چی که مورد نیازتون هست سعی میکنم روی چیزهای مختلف کار بکنم و اونهایی که واقعا به کارتون بیاد رو بهتون خواهم گفت. تا ویدیو بعدی از طرف سایت لرن پایز خدا نگهدار.